چه عجیب و ماندگار از کلامت خداوند ابدی و جاودان از تمامی کلامت همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه هم کلامت و برترین است تسلی قلب من نوری بر فاهای من چراغ راه های من کلامت تو. شفا بخشد در و رنج و زخم من مپوری این کلام ساک شد در قلب من تغییرم به آزادم ساد شبانه نیکوی من چه عجیب و ماندگار است کلامت ای خدا ابدی و جاودان است تمامی کلامت درود ارز میکنم خدمت همه شما بینندگان عزیز در هر کجا که هستید به قسمتی تازه از سری برنامه های تعلیمی تمام کتاب خوش آمدید. در ادامه مطالعمون به فصل هفته هم از کتاب کارهای رسولان رسیدیم. همراه با پولس در آتن شهر حکمت انسانی هستیم. با هم دیدیم که چطور این شهر آکنده از بودها و خدایان بیگانه است. امروز متوجه میشیم که در آتن چه اتفاقی برای پولس افتاد و چطور انجیل رو در اونجا موعظه کرد. اجازه میخوام در ابتدای برنامه به خادم خداوند برادر یوسف ریاض خوش آمد بگم درود بر شما برادر درود بر خوش شما. آمدین ممنونم همچنین به حضار در خوشامد خوش آمد میگم برادر یوسف برای ادامه مطالعمون در این فصل میخوام برامون موضوع کلی قسمت قبل و بخش اول این فصل رو مرور کنید. بله در قسمت قبل در فصل هفدهم دیدیم که پولس رسول از تسالونیکی دیدن کرد و طبق معمول سه روز سبت در کنیسه های یهودیان خدمت کرد. اما یهودیان شرور ساکر نموندن و نه خودشون انجیل و رفتن و نه گذاشتن پولس خدمتشو ادامه بده. وقتی برای غیر یهودیان هم معایزه کرد اون را مورد آزار قرار دادن. پولس مجبور شد تسالونیکی رو ترک کنه و به سمت شهر بیریه بره. اما در شهر بیریه مردم بهتر و روشن فکرتر بودن. چرا که کلام و با اشتیاق شنیدن و کتب رو بررسی کردن تا مطمئن بشن سخنان پولس رسول با کتب مطابقت داره یا نه و البته که مطابقت داشت همچنین یهودیان تسالونیکی پولس رو تا بیریه تعقیب کردند و باز هم علیه شورش کردند بنابراین او مجبور شد به آتن بره زمانی که به شهر آتن رفت و دید که شهر مملو از بت‌هاست عمیقا متاثر شد و شروع به موعظه به عیسی و رستاخیز کرد پس ادهی از فلسفدانان اپیکوری و رواقی، اون رو با خودشون بردن و گفتن میخوایم جزئیات بیشتری از سخنانت بشنویم اونها پولس رسول رو به آریوپاگوس بردن جایی که بهش این امکان رو میداد تا اون چه که میخواد رو سخنرانی کنه از آگه 22 به بعد رو میخونم پس پولس در میان شورای کوه مریخ برخواست و فرمود ای مردم شهر آتن من میدانم که شما در کلیه امور دینی بسیار دقیق و باریک بین هستید زیرا وقتی در شهر شما می گشتم و آنچه را مورد پرستش شماست مشاهده میکردم به قربانگاهی رسیدم که بران نوشته شده بود تقدیم به خدای ناشناخته من همان کسی را که شما می اما نمی به شما اعلام می کنم آن خدایی که دنیا و آنچه در آن است آفرید و صاحب آسمان و زمین است در معابد ساخته شده به دست انسان ساکن نیست. و به چیزی که آدمیان با دستهای خود برای او فراهم نمایند نیازی ندارد زیرا خداست که نفس و حیات و همه چیز را به جمیع آدمیان می بخشد. او جمیع ملل را از نسل یک انسان آفرید تا در تمام سطح زمین ساکن شوند و برای آنان زمانی را مقرر فرمود و برای مرز و بومشان حدودی معین کرد تا خدا را بجویند و کورکورانه پی او بگردند تا شاید او را بیابند حالان که او از هیچ یک از ما دور نیست زیرا در او زندگی می کنیم و در او حرکت و هستی داریم چنانکه بعضی از شاعران خودتان گفته قطعاً ما نیز فرزندان او هستیم. پس چون همه ما فرزندان خدا هستیم نباید گمان کنیم که ذات الهی مانند پیکره ای از طلا و نقره و سنگ است که با هنر و مهارت آدمی تراشیده می شود. خدا دوران جهالت را نادیده گرفت اما اکنون در همه جا بشر را امر به توبه می فرماید. زیرا روزی را معین فرمود که جهان را با راستی و درستی به وسیله شخصی که برگزیده خود اوست داوری فرماید و برای اثبات این حقیقت او را پس از مرگ زنده کرد. وقتی این مطلب را در خصوص رستاخیز مردگان شنیدند، ادده ای او را مسخره کردند. ولی ادده ای گفتند خب درباره این چیزها در فرصت دیگر به سخن تو گوش خواهیم داد به این ترتیب پولس شورا را ترک کرد. چند نفر از جمله دیونیسوس که عضو آن شورا بود و زنی به نام دامرس و چند تن دیگر به او گرویدند و ایمان آوردند برادر یوسف میبینیم پولس بین خدایان بسیار ایستاد و گفت میدونم که شما در امور دینی دقیق هستین اونها بوت ها و خدایان زیادی داشتن بله اما دنبال پرستش خدای دیگری به نام خدای ناشناخته بودن لطفا این موضوع رو برامون توضیح بدین خب شهر آتن همونطور که در قسمت قبل گفتیم طوری بود که پیدا کردن یک خدا یا بوت در اون راحت تر از پیدا کردن یک مرد بود اگرچه این یک نکته منفی بود اما پولس با حکمت اون رو به عنوان نقطه شروع در نظر گرفت پس اونها رو برای متدین بودن تشویق و تحسین کرد اما از نوشته تقدیم به خدای ناشناخته استفاده کرد و بهشون گفت میخوام براتون از خدایی بگم که به عنوان خدای ناشناخته میپرستین و سپس شروع به موعظه درباره خدایی کرد اه... که در کمال تاسف نه تنها مردم آتن اونو نمیشناختن بلکه امروز حتی برای بسیاری از مردم دیندار و مذهبی خدای مجهول و کاملا ناشناخته است نه تنها برای کسانی که خدا رو رد میکنن یعنی برای افراد بی خدا، بلکه حتی در بین مذهبیون افراطی هم افراد زیادی وجود دارن که خدا رو نمیشناسن و خدا براشون خدایی ناشناخته و مجهوله پولس رسول راجع به هفت نکته میگه که میتونیم اونها رو لیست کنیم و من معتقدم که این نه تنها برای زمان پولس رسول یعنی دو هزار سال پیش معتبره بلکه برای زمان ما هم معتبره چرا که هنوز بسیاری درباره خدا عقاید پیچیده ای دارن و اگر در برخی از نکاتی که پولس رسول در سخنرانی گسترده و جامعه خودش ارائه دقیق بشیم شاید برای بعضی از بینندگان باعث برکت بشه قطعا این عقاید رو با هم بررسی خواهیم کرد بله اما پیش از اون توضیحی بدین درباره خدای ناشناخته این خدا یا بت ناشناخته چیه قصه ای وجود داره که اینطور میگه در شهر آتن قحطی شدید شد و مردم نمیدونستن باید از کدوم خدا دلجویی کنند چون خدایان بسیاری وجود داشتن باید از کدوم خدا دلجویی کنیم و چطور پس گفتن این کارو میکنیم یه بره میاریم و رهاش میکنیم تا بین بتها راه بره و نزدیک به هر کدوم از بودها که وایساد متوجه میشیم که اون خدا خشمگینه و برای برطرف شدن خشمش بهش قربانی پیشکش میکنیم. بنابراین بره به راه رفتن ادامه داد و در مکانی خالی توقف کرد بوتی اونجا نبود بله بوتی اونجا نبود و دوسته. اونا گیت شدن پس فکر کردن و گفتن باشه خدایی هست که ما اونو نمیشناسیم و همین خدایی که خشمگینه بنابراین یک مذبح ساختن و روش نوشتن تقدیم به خدای ناشناخته و پولس رسول از این افسانه استفاده کرد تا درباره خدای حقیقی موعظه کنه شما خدایی رو میپرستین که نمیشناسین البته اونا به هیچ عنوان چیزی نمیدونستن به این خاطر که صلاح نمیدونستن خدا رو تایید کنن اما این برای پولس مثل یک روزنه بود شما خدایی رو میپرستین که نمیشناسین بذارین در مورد این خدا برای شما بگم خدایی که گرچه اون رو پرستش میکنید اما چیزی دربارش نمیدونین برادر فکر می کنم اونا به این دلیل دنبال خدای ناشناخته بودن چون تمام بوتها و خدایان اونا کافی نبودن و آتششون رو برطرف نمی کردن. دقیقا. پس به دنبال خدای دیگه ای بودن برادر یوسف لطفا برامون از آتش قلبی انسان برای خدای یگانه بگین و اینکه چطور هیچ چیزی جز خدای یگانه نمی این آتش رو برطرف کنه حقیقتا اعتقاد به بوتها اعتقادی پوچه منظورم اینه که نمیدونم چطور انسان به این شکل تزلزل پیدا کرد واقعا چطور؟ زمانی که اشعیا فصل چهل و چهار رو میخونیم کلماتی پیدا میکنیم که واقعا تعجب برانگیز هستن اشعیا نبی درباره کسانی که بوتها رو میپرستن میگه این بوتها ساخته دست انسان هستن مثلا در اشعیا چهل و چهار گفته چون این مردمی آنقدر احمق هستند که نمیتوانند بفهمند چه میکنند آنها چشمها و ذهنهای خود را در برابر حقیقت بستند سازنده بوت آنقدر عقل و شعور ندارد که به خود بگوید یعنی نمیتونه از ساده ترین منطق استفاده کنه میخونیم قسمتی از چوب را سوزاندم چون از درختی بود که قطع کرده بود قسمتی از چوب را سوزاندم روی آتش آن نان پختم گوشت را کباب کردم و خوردم و با بقیه آن بوتی ساختم پس اکنون در برابر یک تکه چوب تعظیم میکنم این کار مانند خوردن خاکستر بی معنی است عقاید احمقانش چنان او را گمراه ساخته است این فاجعه بتپرستیه و پولس رسول در قلب این فاجعه بود بنابراین به نظرتون پولس در مقابل فاجعه به این بزرگی چی کار میکنه اونها بتها رو پرستش میکنن بتهای بسیار رو اما در نهایت میبینیم بوتی برای خدای ناشناخته ساختن و گفتن این خداییه که میخوایم بپرستیم اما پولس از این خدای ناشناخته شروع کرد و خدای یگانه رو موعظه کرد و از او به خداوند عیسی مسیح رسید. درسته. اجازه بدین استراحت کوتاهی داشته باشیم. بینندگان عزیز به زودی برمیگردیم با ما همراه باشید. به دوم برنامه خوش اومدین بریم و پرسش هزار رو بشنویم سالی هست؟ خداوند در اینجا از مذبح خدای ناشناخته برای نجات جانها استفاده کرد لطفا توضیحی بدید که ما از چه روش هایی میتونیم استفاده کنیم تا دیگران هم نجات رو دریافت کنند لطفا از روزنه های جذب روح بهمون به بگیم. باید بگم خداوند نبود که اون مذبح رو اونجا گذاشت تا پولس در صحبتهاش ازش استفاده کنه. بلکه وضعیت موجود قبلش بود مذبحی با نوشته خدای ناشناخته و او از این موضوع شروع کرد پس عاقل کسیه که میتونه از شرایط موجود برای جذب جانها استفاده کنه از هر واقعه‌ای که مشاهده میکنه یا اینکه حس میکنه که نکته جذابه اون نکته نقطه, نقطه شروعه که برای شنوندگان ممکنه بتونه برای بشارت دادن انجیل ازش آغاز کنه من براتون دو مثال از مسیح بزرگترین فاتح جانها میارم یک بار او نزدیک چاه یعقوب بود و زنی اومد تا اینکه آب بکشه پس گفت ای زن به من کمی آب بده و این یک در بود اون زن به مسیح هیچ آبی نداد و مسیح هم آبی ننوشید اما درباره آب حیاتی با او سخن گفت که میتونه بهش عطا کنه و دفعه دیگه مردم اومدن و بهش درباره یک واقعی سیاسی گفتن وقتی پیلاتوس خون مذهبیونی که در حال قربانی کردن بودن رو ریخت او خون اونها رو با خون قربانی ها در هم آمیخته بود. ایسا به آنان جواب داد آیا تصور می کنید اینان که دوچار آن سرنوشت شدند از تمام آنها در اورشلیم گناهکارتر بودند خیر اما اگر توبه نکنید همه شما مانند آنها نابود خواهید شد. پس اون حکیمی که فاتح جان هاست میتونه از شرایط مقابلش به عنوان نقطه شروع استفاده کنه. یعنی از هر صحنه ای اگه داره ماهیگیری میکنه باید درباره قلب ماهیگیر و اگه داره کشت میکنه باید درباره قلب زاره صحبت کنه یا اگه نگهبان گل است درباره قلب شبان میتونیم از جایی که عامل مشترکی وجود داره وارد بشیم و ارائهش بدیم یا همونطور که درباره فیلیپوس در اعمال هشت میخونیم میفرماید از همان قسمت کتاب مقدس مجده ایسا را به او رسانید خب فرمود این هفت چیز زیبا درباره خدای واحد هست که پولس بهشون اشاره کرد میشه لطفا اونها رو به همون یادآوری کنین؟ خب امروز مردم اینطور فکر میکنن که خدا در خلقت خدا در درخت، در کوه یا در آبه اینجا در آیه 24 بهشون میگه آن خدایی که دنیا و آنچه در آن چه درانه است آفرید از اونجا که خدا دنیا و هر چه درون رو آفریده یعنی این که خدا خالقه و از مخلوقات متفاوته خدا جهان و هر که درون هست رو آفرید همچنین خدا خادم نیست پس او کیه او کسیه که صاحب آسمان و زمینه چرا میگم او خادم نیست چون افرادی هستند که او رو فقط در بحران ها میشناسن خداوندا نجاتم بده خداوندا پسرمو شفا بده خداوند دخترم موفق بشه من ازش میطلبم اما وقتی همه چیز امن و امانه اونو نمیشناسم خدا خدمتگزار من نیست اما او سرور منه و باید درک کنم که خدا سروره نه یک خادم با توجه به اینکه تنها خدا نیازها بله. و احتیاجاتم رو برطرف بله و سومین نکته اینه که خدا نیازمند نیست زمانی که میفرماید و به چیزی که آدمیان با دستهای خود برای او فراهم نمایند نیازی ندارد افراد زیادی از خدا دفاع میکنن و برای خدا میجنگن و با خودشون فکر میکنن خدا بهشون نیاز داره در واقع ما که خداوند ازمون دفاع میکنه نه اینکه ما از او دفاع کنیم یه بت نیاز داره که کسی ازش دفاع کنه همونطور که لابان به یعقوب گفت چرا بت های مرا دوز دیدی؟ اگر اونها خدایانی بودند که نمیتونستن از خودشون محافظت کنن پس اونا خدا نیستن بلکه افسانه و توهمن خدا نیازمند نیست من باید خدا رو در جایگاه درست او قرار بدم و اگر او در قلب من نباشه من هرگز خدا رو نشناختم نکته چهارم اینه که خدا از ما جدا نیست به این خاطر که با کلامی خیلی واضح به ما میگه زیرا خداست که نفس و حیات و همه چیز را به جمعی آدمیان میبخشد او جمعی ملل را از نسل یک انسان آفرید تا در تمام سطح زمین ساکن شوند برای آنان زمانی را مقرر فرمود خدا ساکن یک برج بلند نیز او در وضعیت ما مداخله میکنه درسته. برای آنان زمانی را مقدر فرمود و برای مرز و بومشان حدودی معین کرد این چهارمین نکته بود پنجمین نکته اینه که خدا بت نیست وقتی فکر میکنیم خدا بوته اون رو کوچک شمردیم در آیه 29 میفرماید پس چون همه ما فرزندان خدا هستیم نباید گمان کنیم که ذات الهی مانند پیکره ای از طلا و نقره و سنگ است که با هنر و مهارت آدمی تراشیده می شود. نسبت به این تفکر که خدا یک تکه سنگ و پرستش سنگ به عنوان خدا آگاه باشید این سبک پرستش کفاره که در عهد قدیم بین اشخاص یهودی ممنوع بود چقدر بیشتر امروزه این کار اشتباه محسوب میشه؟ مورد ششم اینه که خدا به هیچ عنوان نمیتونه شر و ناپاکی رو بپذیره. به همین دلیل خدا الان به تمامی مردم امر میکنه که توبه کنن. در نهایت خدا در مقابل بدی و گناه سکوت نمیکنه. زیرا او روزی رو مقرر کرده که تمامی انسانها رو در اون روز داوری میکنه. و لحظه ای که ما در اون روز توبه کنیم زمان از دست رفته و دیگه خیلی دیر شده هفتگانه زیبا خدا برکتتون بده سالی دارم در رابطه با آیه 27 تا خدا را بجویند و کورکورانه پی او بگردند تا شاید او را بیابند اینجا کی کیو جستجو میکنه میدونیم خدا کسیه که در جستجوی انسانه و به دنبال او درست اینجا چطور انسان میتونه دنبال خدا بگرده در واقع باید بگم که اشتیاق صادقانه انسان برای شناخت خدا بسیار مهمه ارمیا فصل 29 نهم فرمود شما مرا خواهید طلبید و مرا خواهید یافت چون از صمیم قلب خواهان من بوده اید و اشعیا فرمود اکنون که خداوند نزدیک است به نزد او بازگردید و به درگاه او دعا کنید اما دقت کنید که گفته و کورکورانه پی او بگردند تا شاید او را بیابند و این ثابت میکنه انسان کورکورانه مسیرشو رو طی میکنه اما اگر کسی طالب خدا و در جستجوی او باشه خداوند از هیچ کدوم از ما دور نیست و خودش رو برای شخصی که در جستجوی خداست و برای او اشتیاق داره آشکار میکنه. آیه 28 میفرماید در او زندگی میکنیم و در او حرکت و هستی داریم چنان که بعضی از شاعران خودتان گفته اند ما نیز فرزندان او هستیم. این درباره خداست. بله. چطور از کلام این شاعران برای الهام از خدا استفاده میکنه مگر این کلام وحی نیست؟ خب او به بخشی از سخن یک شاعر اشاره کرد. و چیزی که شاعران گفتن رو تایید کرد به این خاطر که تمامی چیزهایی که شاعران میگن خطا نیست و مثلا زمانی که یک واعظ موعظه میکنه میتونه از یک بیت شعر یا قسمتی از یک سروده یا ضرب مسئله عام استفاده کنه اگر که اونها صحیح باشن مطابق با کلام بله مطابق کلام باشن در رساله به تیتوس به کلام یکی از انبیای کریتی اشاره شده و گفته شده که این شهادت درسته بنابراین همیشه هم حرف مردم اشتباه نیست. خیلی وقتا کلام مردم حاوی حکمته و نقل قول کردن از مردم درسته. مخصوصا زمانی که او در بین جماعت ایمانداران و کلیسا نیست بلکه روی صحبتش با فلاسفه و همینطور مردم حکیم شهر آتنه بنابراین نقل قول از شعرا موجب قوت موعظش میشه نه ضعف این اون. اختیار خدا در وحی او از هر چه بخواد استفاده میکنه دقیقا. آیه 29 میفرماید پس چون همه ما نسل خدایی مفهوم این عبارت چیه آیا همه انسان ها فرزند خدا هستند تنها ایماندارانند که هم فرزندان و هم نسل خدا هستند و دقت وحی فوقلاده است. او درباره یه مردمی صحبت میکنه که نسل خدا هستن. بین فرزندان و نسل خدا تفاوت هست. فکر میکنم در انجیل یوحنا فصل هشت میشه این تفاوت رو دید جایی که نوشته ما فرزندان ابراهیم هستیم و هرگز برده کسی نبوده ایم. او پاسخ داد میدانم که شما نوادگان ابراهیم هستید نه فرزندان ابراهیم اگر فرزندان ابراهیم بودید پس شما هم همان کاری که ابراهیم کرد را انجام میدادید من میگم که فرزندان کی هستید شما فرزندان پدر خود ابلیس هستید و آرزوهای پدر خود را به عمل می آورید به طور کلی میتونیم بگیم که انسان از نسل خداست و همچنین میگیم که بودها از نسل انسان هستند. ما از نسل بوت نیستیم بوت ما رو خلق نکردن بلکه این ما هستیم که بوت را رو خلق اصلشون کردیم اصلشون از انسان بله درسته بنابراین بوت از نسل انسان هستند و انسان از نسل خدا استراحت کوتاهی داشته باشیم و با سوالات حضار برگردیم بینندگان عزیز به زودی برمیگردیم با ما همراه باشیم ببخش بخش آخر برنامه خوش آمدی اجازه بدین سوالات هزار رو بشنویم بفرمایید از آیه سیوم میفرماید خدا دوران جهالت را نادیده گرفت اما اکنون در همه جا بشر را امر به توبه میفرماید زیرا روزی را معین فرمود که جهان را با راستی و درستی به وسیله شخصی که برگزیده خود اوست داوری فرماید چرا در اینجا وقتی که صحبت از داوری میکنه میفرماید شخصی که برگزیده خود اوست چرا به جای عبارت شخص از کلمه خدا یا خداوند استفاده نشده؟ سوال خوبیه برادر یوسف. بله. از اونجایی که خداوند عیسی در روز آخر داوری میکنه، معروفه که داوری هم از کارهای مستقل خداست. چرا او رو خداوند نخونده بلکه یک شخص؟ فکر میکنم حداقل سه دلیل وجود داره. اولیش اینه که عیسی مسیح توسط مردم تغییر شد به این خاطر که او یک انسان بود منظورم اینه که اکثر اونها الوهیتش رو مورد حمله قرار ندادن بلکه او را تمسخر و تحقیر کردند به این خاطر که او یک انسان شد دلیل دوم زمانی او نجات رو فراهم کرد که یک انسان شد با تمام احترام میگم او نمیتونست وقتی به عنوان خدا در آسمانه نجات رو فراهم کنه این لازم بود که او جسم گردیده و انسان بشه تا بتونه تاوان گناهان رو پرداخت کنه و او این کار رو هنگامی کرد که روی صلیب جان داد او کسیه که نجات و فراهم کرد حتی اگر نجات او رد شد بنابراین کسی که نجات رو برای این دنیا مهیا و فراهم کرد یک انسان پس به عنوان یک انسان هم داوری میکنه سومین چیز اینه که ما در انجیل یوحنا فصل پنجم یک نوشته کاملا واضح داریم که میگه و به او اختیار داده است که داوری نماید زیرا پسر انسان است پسر انسان نه اینکه هر انسانی بلکه این نام یکی از القاب الهی زمانی که در کتاب دانیال فصل هفت میگه تا همه اقوام از هر زبان و نژاد او را خدمت نمایند وقتی که پسر انسان رو میپرستند یعنی او صرفا یک انسان نیست بلکه خداست اما خدایی که در جسم تجلی پیدا کرد کسی که صورت انسان به خود گرفت و به دلیل این دو نکته ای که ذکر کردم او تغییر شد و رد شد چون که یک انسان بود و روی صلیب مرد از حیث انسانی او این موضوع خاص رو داوری میکنه به این خاطر که درباره او گفته شده که پسر انسانه. مسیح به عنوان انسان نجات رو مهیا کرد بنابراین به عنوان انسان داوری میکنه درسته اما فقط یک انسان نیست دقیقا. پس وقتی که میفرماید شخصی که او برگزید یعنی مسیح در مقام انسان بله. و نه اینکه به شخص دیگه ای اشاره بله. کنه. چطور میتونه از اسرار با باشه اساس داوری در روز آخر افشای رازهای انسان و کسی مطلقه. جز خدا اونها رو درسته. نمیدونه کسانی که باور دارن مسیح داور جهان در روز آخره باید بدونن کسی که داوری میکنه باید خدا باشه و او کاشف اسرار همچنین باید ایمان داشته باشند که مسیح خدای آشکار شده در جسم همین معما رو حل میکنه بسیار خوب برادر یوسف لطفا توضیحی بدین درباره آیه سیوم که اینطور میفرماید خدا دوران جهالت را نادیده گرفت اما اکنون در همه جا بشر را امر به توبه میفرماید لطفا توضیحی بدین درباره این دعوت و فرمان خدا میخونیم اکنون در همه جا بشر را امر به توبه میفرماید فکر نمی کنم تصویری قوی تر از این داشته باشیم. اکنون خدا به خاطر کارهایی که در گذشته کردید او را از مردگان قیام داد و او در آینده کاری انجام خواهد داد. او در پارسایی جهان رو داوری میکنه. بنابراین میگه اکنون خدا. گویی تنها فرصت شما برای توبه کردن همین الانه. اکنون خدا امر میکنه. اگه اسمتونو بین اجداد ده نسل قبل میذاشت شاید میگفتین من نیستم. اما زمانی که میفرماید بشر در همه جا هیچ انسان عاقلی وجود نداره که بتونه خودش رو از این پیشگیری جهانی مستثنا بدونه میفرماید در همه جا بشر توبه کنه و همینطور یک تشویق هم وجود داره خدا دوران جهالت رو نادیده گرفت پولس رسول سه مرتبه در این معزه با فیلسوفان شهر حکمت صحبت کرد و بهشون راجع به جهل گفت و بهشون گفت تمام گذشته شما دوران جاهلیته اما خدا حاضر دوران جاهلیت رو نادیده بگیره اگه الان توبه کنی و اگر توبه نکنی او روزی رو معین کرده که جهان رو در اون مورد داوری قرار میده نه در ظلم بلکه در عدل من و شما کجا میریم اگه خدا بخواد ما رو در عدل داوری کنه؟ ما محتاج رحمت و فیض او هستیم و همه اینها برای انسان آماده است اگر اکنون توبه کنه و میبینیم که قبل از داوری او به همه زمانت داده درسته یعنی زنده کردن او از مردگان یعنی خدا تا الان به همه فرصت و زمانت داده کاملا درسته سپاسگزارم برادر یوسف بریم و این قسمت رو مرور کنیم می که مردم آتن مردم عجیبی هستند که خدایان زیادی دارند اما مذبحی برای خدای ناشناخته داشتند این یعنی چی مردم اونجا یک افسانه داشتن که میگه قحطی تمام سرزمین آتن رو در بر گرفته بود و در این افسانه میگه مردم خواستن بدونن کدوم یکی از خدایانشون ازشون خشکین شده که دچار این قحطی شدن پس یک گوسفند آوردن و گفتن جلوی هر مذبعی بیسه از روی نوشته اون مذبع متوجه میشیم کدوم خدا خشکین و ازش دلجویی میکنیم ولی جایی که اون گوسفند ایستاد هیچ مذبعی وجود نداشت پس گفتن این یک خدای ناشناخته است و همچنین از این موضوع متوجه میشیم که ذات هر انسانی به دنبال شناخت خدای واحده و در جستجوی دیدن خداست خدایی که اونو خلق کرده و تمام دنیا را آفریده گویا تمامی اون خدایان کافی نبودن بله اشباه نشده بودن درسته خب پولس در سخنرانیش درباره خدای یکتا صحبت کرد که شاید خدا اونها رو لمس کنه گفت که انسان راهش رو برای شناخت خدا کورکورانه پیدا میکنه این کورکورانه پیدا کردن به این معنیه که انسان در جستجوی خداست یا خدا در جستجوی انسان. یقینا اشتیاق حقیقی انسان بسیار مهمه. میفرماید اگر مرا طلب کنی مرا خواهی یافت. و درباره عبارت کورکورانه این به این معناست که انسان از لحاظ روحانی نابیناست. ولی کسی که در جستجوی خدا باشه اونو پیدا میکنه. مثل زکا که خداوند رو دید و آرزوش برآورده شد. آیه 31 می‌فرماید: زیرا روزی را معین فرمود که جهان را با راستی و درستی به وسیله شخصی که برگزیده خود اوست داوری فرماید و برای اثبات این حقیقت او را پس از مرگ زنده کرد. چرا اینجا در رابطه با رستاخیز مسیح از عبارت خداوند استفاده نکرد؟ ما در این باره سه دلیل یاد گرفتیم. دلیل اول تجسم خداوند عیسی است. بنابراین عده زیادی مسیح رو تحقیر کردن البته نه الوهیتش رو بلکه انسانیتش رو و با تمسخر میگفتن چطور یک انسان میتونه خدا باشه دلیل دوم نجاته و خداوند عیسی باید جسم میشد و به عنوان انسان نجات و فراهم میکرد و در روز آخر مسیح کسانی که این نجات را رد کردند داوری میکنه نجاتی که مسیح مهیا فرمود و دلیل سوم در یوحنا 5 به او اختیار داده است که داوری نماید زیرا پسر انسان است فهمیدیم که عبارت پسر انسان یک لقب الهیه و هیچکس جز خدا اسرار انسان رو نمیدونه و نمی نمیتونه اونو داوری کنه. درسته. ممنونم برای در, در حفاظت ست. خداوند. از شما حضار عزیز سپاسگزارم. بینندگان عزیز تا قسمت بعد خدا نگهدار شما باشه. چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند. ابدی و جاودان از تمامی کلامت همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه کلام تو برترین از تسلی قلب من نوری بر فاهای من چراغ راههای من کلام تو شفا بخشه درد و رنج و زخم من مپوری این کلام ساکن شد در قلب من تغییرم به آزادم ساد شبان نیکوی من چه عجیب و من نگارت کلامت خدا رد ابدی و جاودانت تمامی کلامت